سلام و وقت بخیر. به خبر ساعت 5 از شمشاد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 23 عقرب سال 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 نوامبر سال 2024 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، از اشتراک مقامات حکومتی نیز در آن خبر داده شده. برگزاری کنفرانس ملی تمویلات کوچک در کابل. وزارت مخابرات از تعیین قیمت خاص برای اینترنت و مکالمات خبر داده. این لایحه وزارت با آغاز سال میلادی عملی خواهد شد. و جان باختن 14 تن و مفقود گردیدن شمار دیگر در اثر تصادم یک بس در کشمیر. مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. کنفرانس ملی تمویلات کوچک در کابل به حمایت از کاروبارهای کوچک برگزار گردید. در این کنفرانس علاوه بر ده ها نماینده ادارات بین‌المللی، مقامات حکومتی نیز اشتراک کرده بودند و ایجاد تمویلات کوچک برای کاروبارهای کوچک و مردم عام را مهم خواندند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد در کنار حمایت تکنیکی و مالی خواستار حل چالش های موجوده از سوی حکومت گردیده است. اینجا در کابل در کنار مقام‌های حکومتی، نماینده‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و شمار از نهادهای بین‌المللی کنفرانس ملی تمویلات کوچک، فرصت‌ها و چالش‌ها را برگزار کردند. این کنفرانس که به ابتکار دی افغانستان بانک برگزار شده است، در آن سرپرست این بانک هدف اصلی از این کار را حمایت از کاروبارهای کوچک در کشور و تقویت تولیدات داخلی و فرصت‌های کاری خوانده است. او تمویلات کوچک را برای رشد و پیشرفت فردی نه تنها که مهم می‌خواند، بل آن را برای رشد و ترقی اجتماع و اقتصاد ملی کشور نیز مهم و با ارزش خوانده است. دولت و ملت و مؤسسات تا یوازې کوچنیو کاروبارونو او محلي تولیداتو ته وده ورکوي، بلکې د خلکو لپاره د عاید سرچینې او د اقتصادي پیاوړتیا فرصتونه هم رامنځته کوي. دا تمویلونه ټول هیوادوال له مالي ملاتړ څخه برخمنوي چې اقتصادي منابعو ته یې لاسرسی محدودوي. د افغانستان بانک په دې باور دی چې واړه تمویلونو ته د مالي شمولیت د ودې لپاره د یوه اغېزناکه وسیله ده. له دې لارې د ټولنیز او اقتصادي ثبات په برخه کې پراخ بدلونونه رامنځته کوي. دا تمویلونه نه یوازې د محلي سوداګرو په پراختیا کې مرسته کوي، بلکې د کارموندنې نوي فرصتونه هم رامنځته کوي چې له امله یې د بیکاري کچه ټیټیږي. از سوی دیگر معاون اقتصادی ریاست الوزراء تمویلات کوچک برای افغانهای عام، فقر، زراعت و کاروبارهای کوچک را مهم خوانده است و آن را هدف مشترک حکومت سرپرست و جامعه جهانی می خواند. ملا عبدالغنی برادر کاهش فقر و بیکاری در کشور را از مسئولیت های امارت اسلامی می خواند و بر حمایت از کاروبارهای کوچک تاکید دارد و روی این اساس از تقرری جدید در دی افغانستان بانک برای حمایت از این کار خبر داده است. او همدارنګه د افغانستان بانک له لوري د دغه سکتور د څارنې او تنظیم لپاره مقرره هم جوړه شوې ده چې په تیرو شلو کلونو کې دغه کار نو ترسره شوی. اسلامي امارات د یادې مقررې په جوړولو او د دغه کانفرانس په دایرولو سره د وړو تمویلونو سکتور د تقویې لپاره خپل ژمنتیا وښودله. سرپرست وزارت امور خارجه از مؤسسات خارجی و تمویل کنندگان خارجی میخواهد تا به جای کمک‌های بشری با افغان‌ها کمک‌های انکشافی نمایند و با ارتقای ظرفیت در بخش‌های تکنیکی و تکنولوژی همکاری نمایند. امیرخان متقی میگوید بر اساس سیاست انکشافی برای تعامل با جهان آماده‌اند و بر اساس قوانین افغانستان از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری‌های خارجی حمایت می‌کنند و در بخش ایجاد سهولت با آنان آماده همکاری هستند. تر کومه حد پورې چې د افغانستان اسلامي امارت اقتصاد محور سیاست او پالیسي ده، بار بار اعلان شوی ده چې هر څوک په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي هغو ته زمینه مساعده ده، له هغو سره کومک کیږي، د هغو مشکلات ورته حل کیږي. د موږ سیاست یو پرانیستی سیاست ده، یو پیچلی او بند سیاست نه ده چې دلته نه څوک راتلای سي او نه څوک کار کولای سي، بلکې هر څوک راتلای سي
چې د هیواد نافذه قوانینو رعایت او احترام ولري، سرمایه گذاری کولای سی، تمویل کولای سی، پروژه عملی کولای سی. په دې برخه کې اړوند ادارې همکاري ورسره کوي او زمینه ډېره ښه مساعده ده. اگر ما بخوایم کې تشبثات کوچکه حمایت بکنیم، بهتر و بیشتر انشاءالله. یکی از فرصتهایی است که جناب امیرالمؤمنین در اختیار تمام سکتور خصوصی گذاشته ای است انشاءالله، و بیشتر از 500,000 انسان، بیشتر از 500,000 انسان انشاءالله در این برنامه های ما حمایت میکنیم. از سوی دیگر، رئیس نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان میگوید با سایر اداره های بین المللی در نظر دارند تا در 34 ولایت افغانستان نمایندگی های تمویلات کوچک را ایجاد و از این طریق از کاروبارهای کوچک کمک های مالی و تکنیکی نمایند. او با آنکه به اولویت دادن به خانم ها تاکید دارد، می افزاید که برای تقویت تمویلات کوچک به شمول بانک بین المللی آسیا با شمار از نهادهای بین المللی گفتگوهای دوامدار را ادامه می دهند. من از مقامات حکومت سرپرست می خواهم تا در بخش تمویلات کوچک از ما حمایت کنند. شمار از سازمان های بین المللی و کمک کننده در افغانستان در بخش گسترش کمک ها با چالش ها مواجهند. ما باید به صورت مشترک محیط را به میان آوریم که برای کاروبارهای کوچک به صورت آزادانه کمک رسانی نماید. ما از حکومت می خواهیم تا در این بخش از ما حمایت کند تا از طریق آن از افراد بی بضاعت دستگیری صورت گیرد. این در حال است که در این کنفرانس به حدود 10 نهاد جوازنامه مایکرو فایننس و تمویلات کوچک داده شد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی برای اینترنت و مکالمات قیمت خاص را تعیین کرده است. مقامات این وزارت میگویند هر شبکه مخابراتی قیمت مکالماتی خودی را 1.3 افغانی و برای سایر شبکه ها 1.4 افغانی تعیین کرده است. بر اساس لایحه این وزارت، نرخ اینترنت نیز کاهش یافته و با آغاز سال میلادی عملی خواهد شد. مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در یک نشست خبری که در آن نماینده های تمام شبکه های فعال مخابراتی در آن حضور داشتند، از کاهش نرخ مکالمات مخابراتی و اینترنتی خبر دادند. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید فیصله شده است که نسبت به گذشته نرخ مکالمات مخابراتی کاهش یابد. سرپرست این وزارت می گوید قیمت هر مکالمه مخابراتی داخلی هر شبکه 1.3 افغانی کاهش یافته است و قیمت تماس 1 دقیقه با سایر شبکه ها 1.4 افغانی کاهش یافته است که نسبت به گذشته کاهش زیادی در آن وارد شده است. 1 دقیقه صوتی مکالمه پا داخل در شبکه که 1 روپی او درش پوله. 1 دقیقه مکالمه قیمت دو شبکه نه بهر بل شبکه تا 1 روپی او 40 پوله. لیکن یو خبر عدالت بلم دا او غدا د چ دا به دوی به پیسې اخلی په دیر ثانیو باندې به اخلی دا په دې قرن اخلی دا هم د ملت د پاره که یو سوخ پل خبر په دیر ثانیه کې خلاص کی ممکن چې د هغوی پیسې تقریبا یاش په تپ دغه راشي او یا پوله وشي یا څه داسې انداز کې سره وشي. همچنان قیمت 1 جیبی اینترنت که پیش از آن 110 افغانی تعیین شده بود، اکنون به 95 افغانی کاهش یافته است. اما شبکه های مخابراتی می توانند میانشان رقابت نمایند و خدمات بهتر و نازلتر را به مشتریان خود ارائه نمایند. دغه قیمت را کس کرده 95 افغانی تا. البته پا دی که در رقابت لار ازاده ده. چکچوک سرنگا کچول انتخابی، سرنگا پیکچ انتخابی، چکی دا داغوی در رقابت لار ازاده ده. نو اسلامی امارات اغا پدی کوشش بانی ده چی خپل هوادوالو تا سهولت ورکی. به گفته مقام ها این نرخ های مکالماتی و اینترنتی از آغاز سال جدید میلادی قابل اجرا خواهد بود. از سوی دیگر، مقام های این وزارت از تشدید راجستر سیمکارت ها خبر می دهد که به گفته آنان از میان 26 میلیون سیمکارت توزیع شده 14 میلیون آن راجستر شدند. به گفته مقام ها اکنون هیچ کس نمیتواند به صورت غیر قانونی سیم کارت دریافت نمایند. اوس هیڅ څوک نشي کولای چې په هیواد کې غیر قانونی سیم کارت څوک ترلاسه کړي. تقریبا 6 میلیونه فال سیم کارتونه موږ په هیواد کې لرو چې د دې جملې څخه تقریبا 14 میلیونه سیم کارتونه
د اترا اداري طرزالعمل په اساس باندې راجستر شوي دي او د باقي مانده سیم کارډونو راجستریشن پروسه په ټول هیواد کې هم زمان روانه ده. از سوی هم این وزارت از عملی شدن 13 پروژه در بخش تکنولوژی معلوماتی به ارزش 250 میلیون افغانی خبر می‌دهد. مسئولین این وزارت می‌گویند تجهیزات امنیتی UPS، کیفیت شبکه دولتی، ارتقای شبکه دنیکسا، تجهیزات مرکز وصل ولایت‌ها و سایر وسایل دیگر در این پروژه‌ها عملی شدند. به تعداد 13 پروژه در بخش تکنولوژی معلوماتی تطبیق گردیده. در مجموع به ارزش 250 میلیون افغانی در سکتور تکنولوژی معلوماتی وزارت مخابرات پروژه تطبیق کرده. قسمی گفتیم این پروژه در بخش تکنولوژی معلوماتی هست و هر کدامش یک سهولت را در کشور به بار میاره. این وزارت همچنان از افزایش عواید ناخالص خود خبر می‌دهد که به گفته آنان تا 3 میلیارد افغانی افزایش یافته است. مقام‌ها می‌گویند در سال‌های گذشته عواید ناخالص 56.7 میلیارد افغانی بود، اما اکنون این عواید به 59.5 میلیارد افغانی افزایش یافته است. برخی از افغان‌ها ادعا می‌کنند که علاوه بر داشتن ویزای قانونی باز هم از ایران اخراج گردیدند. آنان به دلیل رفتار بد نیروهای ایرانی با آنان شاکی‌اند و از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی نماید. از سوی دیگر مقامات محلی نیمروز می‌گویند سلسله اخراج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت ایران چندین برابر تسریع شده است. برخی از افغان‌ها با داشتن ویزای قانونی باز هم از ایران اخراج و دوباره به افغانستان فرستاده شدند. این تعداد افراد که اسناد قانونی بوده باش در ایران را دارند، اسای پلیس این کشور بازداشت شده و از راه سرحد نیمروز دوباره به افغانستان فرستاده شدند. این افراد در اینجا گرد هم آمدند و با نشان دادن اسناد قانونی سفر ایران اعتراضاتشان را در مقابل رسانه‌ها بیان می‌کنند. آنان درخواست دارند که حکومت مشکلات آنان را با کشور ایران حل نماید تا باشد مهاجران افغان را از خاک خود به جبر اخراج نکند. ما ویزای ما سایدنی هم پاسپورت ما هم ویزای ما. اصلا 2017 سه بار 17 روی چی شده دو بار جو 13 روی دیگه مونده. ما شب به اتاق بودیم. از اتاق بی آمدن ما رو بگرفتن، اصلا پاسپورت ما رو هم نگاه نکردن، هیچی پول هم نداریم، به خدا پول کراخ نداریم، به همشهری خود زنگ دادیم، داخل اردوگاه بی آمدیم، پاسپورت ما اصلا نگاه نکردن، امی دیر انداختم شو گذاشتن به توی غلفه سو هم از اون سر برشن به سنسیل به ما دادن، پول نداریم توی، یه توی هم پاسپورت ما، من هم ما چی کار کنیم به خدا. ما به ایران بودیم، پاسپورت ما ویزا گرفتیم، رفتیم ایران، ولی وقتش تموم نشد، ما رد مرز کردن، دیپورت کردم از ایران. هنوز وقت داشتیم ولی کارگری هم نبودیم، ما رفتیم برای ساعتی بین چکر رفتیم، یعنی سر کار هم ما نگرفتن ولی ما دیپورت کردن بدون هیچ گپ و گفته، حتی از ما پرسوار نکردن که پاسپورت شما وقت داره نداره چی رقمیه، ولی ما دیپورت کردن به افغانستان. در این حال مسئولان محلی نیمروز میگویند سلسله اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران چندین برابر تسریع شده و به طور روزانه 100 خانواده از راه سرحد با ایران دوباره به کشور برمیگردند. دوی چیزی سیاحتی ویزی سره دی او سیاحتی ویزه خپل ځان ته مفهوم لري، خپل ځان ته اصول لري چې سیاحتی ویزه چې د مملکت ته چاته ورکول کیږي د څه د پاره. خو بیا هم دوی دغه سیاحتی ویزې سره کارګري هلته شروع کړي، نو طبعا به د ایران اسلامي جمهوریت وګړي به دوی نیسي او بیرته به د ویزې سره مرځي. چند قبل وزارت امور داخله ایران گفته بود که اخراج مهاجران افغان در پلان ملی این کشور شامل است و به گفته آن ایران دیگر ظرفیت پذیرش افغانها را ندارد. وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم را از مسئولیت‌های حکومت می‌داند. مقامات این وزارت می‌گویند هر سال از طریق 52 مرکز برای هزاران تن تعلیمات حرفه‌ای داده می‌شود به عنوان افراد مسلکی به بازار کار تقدیم می‌گردند. آنان می‌گویند که حکومت سرپرست مسئول است تا با ایجاد فرصت‌های شغلی جلو بیکاری را در کشور بگیرد. معین کار وزارت کار و امور اجتماعی که در میان بزرگان قومی و علمای دینی در ولایت خوست سخن می گفت افزوده است که هر سال از طریق 52 مرکز تعلیمات حرفه‌ای 20,000 فرد مسلکی فارغ می شوند و از این راه به پیدا کردن نفقه خانواده خود می پردازند. و می افزاید تلاش دارند تا این مراکز را در ولسوالی ها و قریه های کشور نیز افزایش دهند تا جلو بیکاری گرفته شود. در کار و ټولنیز چارو وزارت کابل که یو ملی کانفرنس جوړ کړ چې په دې کانفرنس کې
مونږ سره ټول اماراتي سکتور غیر اماراتي سکتور دغه مونږ ته وعده راکړي چې په درې کال کې به الا تر پنځه کال به مونږ څوارلس لکو څو زرو څو سوه خلک په کار ګمارو. او میگوید بر علاوه ولایت خوست در ولایت‌های مختلف کشور برای یتیمان و کودکان بی سرپرست 62 پرورشگاه ها موجود است و در کنار آن برای تداوی متادین نیز توجه جدی صورت گرفته است. همدغه سمونگ تصمیم لرو لکه څنګه چې روزن تنوت لرو او حرپوت لرو د متادین لپاره چې په هر زون کې یو عمومي مرکز جوړ کو او هیڅ متاد بیرون پات نسی چې په خپل کور یا په کلی یا په ولس بوجی اول ته مونږه خپل حرپې پزدا کو. از سوی دیگر بزرگان قومی میگویند شمار افراد بیکار در این ولایت زیاد است و می افزایند که حکومت با آبادی زمینهای شالی زمینه کار برای افراد بیکار مساعد نماید. تقریبا 22 لکه خلق خوست ولایت لري په دا کې هغه خپل د طاقت مناسب اغا میش ډیر څه کړی دی خپل واسم کړی دی الحمدلله خرپوی زده کړی کې هم څه کم 1500 کسون فرق کړی دی. یو طرف ته به ځوانانو ولسونو ته د کار زمینه مسعده شي، بل طرف ته به زموږ هیواد د زراعت په برخه کې چې مهم د ټولو نه اساسي رکن دی پرمختګ وشي. در این نشست شمار از بزرگان قومی برای از بین بردن بیکاری در کشور از حکومت میخواهند تا در بخش صنعت توجه جدی نمایند. آنان میگویند هرگاه حکومت در ولایت ها برای کارخانه های صنعتی پارک های منظم صنعتی ایجاد کند، برای هزاران تن زمین کار مساعد خواهد شد. برای صحت یاب شدگان از اعتیاد در مرکز 4000 بستره زمینه کاری مساعد گردیده است. افراد مصروف به کار در اینجا میگویند دوباره به عمل اعتیاد رو نمی آورند و به یک آینده درخشان امیدوار هستند. مدیریت مبارزه با مواد مخدر میگوید برای حدود 100 تن از صحت یاب شدگان از عمل اعتیاد زمینه کاری نیز مساعد شده است. سوال است معتاد بعد همین کمپ شور ازار که برپا شد ما خود موفق اومدیم اینجا گو بخاطر ازی که مثلا ساعتی بشیم تقریبا حدود 4 ماه است که شکر خدا با ساعت کامله و داخل آشپزخونه خدمت میکنیم. خوشحال که خیلی خوشحاله، منتها دو ماه طول کشید تقریبا تا ساعت یاب شده. بعد از دو ماه خود ما با کشیده خود اومدیم اینجا گو خدمت میکنیم و خوشحال هم هستیم بخاطر ازی که با هم در داخل خدمت میکنیم. مر پشپزی که را گرده ولیدی چی وصلت مر سر اشپزندی او یو تعداد کسان مر سره نانوایان دي چې مر دوی ته یو اندازه مزدوري ورکوو او دوی دلته مر سره کار کوي. خو یو تعداد نور کسان هم سته چې مر تقریبا 100 کسه دلته په شاوخوا کې 100 شاوخوا کې کسان په کار بخود کړي دا اوس مر سره په دغه کم کې مر سره سرسته په کار بخوتي. صادرات قرقال از ولایت بلخ به بیرون از کشور افزایش یافته است. مقامات میگویند از آغاز سال روان تا کنون نزدیک به 93,000 چرم قرقال به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر گردیده است. از سوی دیگر کاروباریان قرقال میگویند که با افزایش صادرات قرقال به بیرون از کشور قیمت آن در داخل کشور افزایش یافته است. در کلان ما همی کسب میکرد، همی شغل پیش میبرد. مون تو قدرت تاون خود پیش میبریم. اینمی کس پای این رونق ملی ما شماست. قرقل از 100 سالم از یک قرنم زیاف است. ما دیگه نمی کس ما شدگی پیش میبریم. در سال گذشته ما 59,997 جلد پوست قرقل به کشور ازبکستان و ترکمنستان صادر کردیم. در سال جاری که یعنی 1403 ما تا هل حال که هنوز سال تمام نشده 92,658 جلد پوست صادر کردیم که نسبت به سال گذشته تقریبا 80% اضافه تر در صادرات ما افزایش آمده. دیگه ما خواستم از دولت دیگه است که در خارج را بازاریابی کنند، این را به مارکت های خارج خوبتر سودا شود، به نفع خود مردم افغانستان است، به نفع جناب افغانستان است، به نفع تاجر افغانستان است، به نفع مالدارای افغانستان است.
د صنعت او سوداګری ریاست تګلار او کړنلار داده چې صنعتکاران باید تقویه شي. موږ د صنعت د تقویه لپاره او د هغه د لا پیاوړتیا لپاره متعهد یو. د صنعت د تقویه لپاره موږ لازمې برنامې او مدون میتودونه لرو تر څو صنعت وده وکړي. تیم ملی کرکت کشور پس از پیروزی در بازی های یک روزه در مقابل تیم بنگلادش دوباره به کشور برگشتند. بازیکنان تیم ملی کشور میگویند که از بازی تجارب زیاد دریافت کردند و کاستی های خود را نیز تکمیل نمودند. آنان اطمینان میدهند که برای بازی های چمپیون ترافی که از سوی شورای بین المللی کرکت سال آینده برگزار میگردد آمادگی کامل گرفتند. تاسو آسانو خو په هر صورت دغه سټرایک روټیشن باندې باید موږ نور هم ډیر کار وکړو، ځکه چمپیونز ټرافی را روانه ده. دغه لپاره موږ اوس بل سیریز هم لرو پریپریشن لپاره زیمبابوې سره، او کېدای شي یو بل سیریز دغه نه وروسته بیا موږ کرکټ بورډ خبرې روانې کړې دي، انشاءالله چې هغه هم وشي. نو ډېره ښه به دي موږ لپاره. نو کوشش به کوو له خیره چې کوم چې کې نیمګړتیا وه، کوم چې کې مشکلات وي، هغه باندې کار وکړو. او تقریبا 15-16 سلیزې اوسه پورې وهلې دي، او بله یو دربس سره د هغه کمبینیشن ډېر ښه جوړ ده. نو د هغه تشه محسوسېدل، او بل مجیب هم ډېر وخت نه د ګوتې انجری لري، او دا تقریبا ډېره اوږده شوله. نو خدای دې وکړي چې هغه هم ډېر زر را جوړ شي، ټیم ته بېرته راشي، د ټیم ضرورت ده. او هغه باندې هم تر زه چې څومره خبر یم کرکټ بورډ لګیا ده، ممبئی ته هم لیږلی وو. نو انشاءالله په دې تمه یو چې زر جوړ شي او لوبډلې ته بېرته راشي. خیر انټرنیشنل کرکټ کې لږ تر څو ته عادت کېږي لږ ټایم نیسي، نو زه خپل پوره کوشش کوم چې د دې خپلو سینیئر پلیرانو نه یو څه تجربې واخلم، چې دوی په داسې سټیج کې دوی کوم هسې فیلینګ کوي یا څنګه کرکټ دوی کوو. نو داسې ستا نیمګړتیاوې بات منی، نو زه به انشاءالله پوره کوشش کوم چې بل ځل راځم لوبډلې ته، نو یو ښه مورال سره راسم او ښې لوبې وکړم. به ادامه اخبار خوش آمدید. آل هم توجه کنید به چند خبر مهم از جهان. در حملات هوایی تازه نیروهای اسرائیلی بر غزه و لبنان ده‌ها تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها در اثر حملات هوایی اسرائیل بر شمار از مناطق غزه 64 تن کشته شدند و شمار هم زخم برداشتند. از سوی دیگر در حملات شب گذشته اسرائیل بر لبنان 28 تن کشته شدند. با این همه اداره کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به شورای امنیت حملات اسرائیل را جنایت بزرگ جهانی و وحشت خوانده است. مقامات افزودند که اسرائیل باشندگان غزه را در شرایط دشوار محاصره نمودند و هر روز بی‌رحمانه کشته می شوند. تلویزیون الجزیره نیز گزارش داده که باشندگان غزه در 24 ساعت یک وعده غذایی را به مشکل پیدا می کنند. آمریکا دیپوهای نظامی نیروهای حامی ایران در سوریه را بمباردمان کرده است. قمانداني نیروهای مرکزی آمریکا یا سنگام در اعلامیه گفته است که دیپوهای نظامی نیروهای حامی ایران در سوریه را بمباردمان کرده است. در اعلامیه آمده است که در این حملات در دمشق مخفیگاه‌های نظامی این گروه‌ها هدف قرار گرفته شده است، به کس زیان وارد نشده است. مقامات سوریه و گروه‌های حامی ایران در این کشور به این حملات واکنش نشان ندادند. بر اساس گزارش‌ها گروه‌های مسلح حامی ایران در حمایت از جنبش اسلامی حماس و جنبش حزب الله لبنان، مرکز نظامی آمریکا در منطقه و خاک اسرائیل را مورد حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت قرار می‌دهند. و خبر اخیرین که بر اثر تصادم یک بس در کشمیر تحت کنترل پاکستان 14 تن جان باختند و شمار دیگر مفقود گردیدند. رسانه های این کشور گزارش دادند که در کشمیر تحت کنترل پاکستان در منطقه گلیکت بلتستان بر اثر تصادم یک بس با موانع 14 تن جان باختند و شمار هم به دلیل سرنگونی این بس در دریا مفقود گردیدند. بر اساس گزارش ها این بس حامل 26 تن بود که می خواست آنان را برای یک
مراسم عروسی انتقال دهد، اما 12 تن از آنان در نتیجه این رویداد در دریا مفقود گردیدند. مقامات محلی از تلاش‌هایشان برای پیدا کردن مفقود گردیدگان خبر داده و علت این حادثه را به احتیاطی راننده خواندند. مجموعه خبری ما در اینجا به پایان میرسد. سپاس شما و همکارانم، وقت بر شما خوش. الله نگهدار.